خوش اومدید به درس پنجم از دوره آموزش کتاب 504 لغت ضروری که حتما باید بدونیم. در این ویدیو قرار 12 تا لغت جدید و پرکاربرد رو بهتون بگم، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من محمد فیضی هستم و اینجا کانال خودآموزه، جایی که شما قرار 0 تا 100 زبان انگلیسی رو یاد بگیرید. به نام یاد خدا، لغت اول tradition. tradition یعنی سنت و رسم و رواج. All religions have different beliefs and traditions. یعنی همه مذاهب باورها و سنت‌های متفاوت خودشون رو دارن. لغت دوم ruler. ruler یعنی روستایی. Rural areas are not densely populated. یعنی مناطق روستایی پرجمعیت نیستن. لغت سوم burden. burden یعنی تحمیل کردن. Ricky carried the burden throughout his college career. ریکی بار مسئولیت رو در طول دوران دانشجویی به دوش میکشید. لغت چهارم compose. compose یعنی محوطه دانشگاه. Jeff moved off compose when he knew that living home is cheaper. جف وقتی فهمید زندگی در خانه ارزونتره، محوطه دانشگاه رو ترک کرد. لغت پنجم majority. majority یعنی اکثریت. The majority of people prefer to pay wholesale for meat. اکثریت مردم ترجیح میدن گوشت رو به قیمت عمده بخرن. لغت ششم assemble. assemble یعنی اجتماع کردن، جمع شدن. I'm going to assemble a model of spacecraft. من میخوام ماکت یک فضانورد رو بسازم. خب دوستان، تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگه خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک بکنید. اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. لغت هفتم explore. explore یعنی بررسی کردن. I wanted to know if all methods of solving the problem had been explored. من میخواستم بدونم که آیا تمام روش‌های حل مسئله بررسی شدن یا نه. لغت هشتم topic. topic یعنی موضوع. Ali only discussed topics that he knew well. علی فقط در مورد موضوعاتی بحث میکرد که خودش خوب میدونست. لغت نوم debate. debate یعنی بحث کردن. debate in the USA Senate lasted for 5 years. بحث کردن و مناظره در مجلس آمریکا برای 5 روز طول کشید. لغت دوم لغت دهم evade. evade یعنی فرار کردن. In order to evade the police dragnet he grew beard. او برای فرار از دام پلیس ریش گذاشت. لغت یازدهم probe. probe یعنی کاوش کردن، پیدا کردن. After probing the theory we proved it was correct. بعد از بررسی نظریه ثابت کردیم که اون درسته. لغت آخر reform. reform یعنی ترمیم کردن، دوباره ساختن. He reformed my broken phone after 2 days. او گوشی شکسته من رو بعد از 2 روز دوباره ساخت یا دوباره ترمیم کرد. خب دوستان، این بود ویدیو امروزمون. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. لطفاً برای حمایت بیشتر از من کانال رو سابسکرایب بکنید. اگه تا الان نکردین زنگوله کنارش رو هم بزنید. پیشنهاد میکنم ویدیوهای سمت راستی رو هم ببینید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.